to the left one time. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. To the left one time. The voice of young generation. Josh Radio. www.onlinejoshradio.com. شنونده های عزیز رادیو اینترنتی جوش سلام. شما برنامه انتخابات و انتقال سیاسی را با من تمنا بهار از طریق رادیو اینترنتی جوش در حال حاضر به صورت آنلاین از طریق وبسایت ما www.onlinejoshradio.com میشنوید و ما منتظر سوالات شما از آقای سلطانزوی میباشم. در این برنامه من تمنا بهار با آقای داوود سلطانزوی کاندید مستقل انتخابات سال 1393 همراه و همکار باشید. آقای داوود سلطانزوی سلام و خوش آمدید به برنامه. با شما و شنونده های بسیار عزیز شما سلامت باشین. خب آقای داوود سلطانزوی ما سوالات را آغاز میکنیم. اولین سوال ما، هدفتان از کاندید شدن چی هست و چی دلیل شما خواستیم که کاندید ریاست جمهوری شوین؟ هدف هر انسان باید به اساس تعهدی که وجود داره برش باید وجود بیاید و ما همیش در زندگی خود منعیس یک آدمی که باید روزمره بپرسم از خود که چی باید بکنم و چی کردیم و با کجا هستم. ما همیش زندگی خود تحت تفتیش شخصی خود قرار دادیم و یک وقت رسیدیم به مرحله سیاسی که در پولیشش و بعد در جامعه دیدیم که مشکلات جامعه به مرحله رسیده که ما هم انتقاد دارم و دیگرها هم انتقاد داره، شکایت داریم و بالاخره تصمیم گرفتیم که کافی نیست که شکایت بکنیم و انتقاد بکنیم و در مرحله رسیدیم که باید دست به کار شویم و از این نظامی که وجود داره به نفع یک تغییر واقعی که برای نسل جوان و برای مردم ضرور است استفاده بکنیم. به مو اساس ما تصمیم گرفتیم که از شکایت و انتقاد بگذاریم، به مرحله عمل قدم بگذاریم و در تغییر واقعی یک جا شویم و از جوانان و مردم افغانستان بخواهیم که بسیج شوند و تغییر بیاریم. از دیدگاه شما یک رئیس جمهور باید دارای کدام خصوصیات باشه که خود کاندید ریاست جمهوری بسازند؟ چند خصوصیت مهم باید در رأس خصوصیت بسیار زیاد دیگه در او یک شخص وجود داشته باشه. مندار یک انسان خصوصیت مختلف می داشته باشه، اما مهمترین خصوصیتی که یک انسان میتونه یک رهبر خوب در رأس دولت افغانستان قرار بده است که از مشکل مردم افغانستان خبر باشه، تقوای سیاسی و تعهد ملی و تجربه و تخصص داشته باشه و عمل کردش بتانه که جوابگوی گذشته هایش و اگر نظارت صورت میگیره یا تفتیش صورت میگیره از عمل کردهایش او جواب برش داشته باشه. تقوای سیاسی به این معنی نیست که شما فقط با کسی مراوده نداشته باشین. تقوای سیاسی است که از توانمندی های سیاسی تان به نفع جامعه چی استفاده کردین و از چی چیزای حذر کردین. امو ترغیبات و امو تحریکاتی که در دور پیش شما وجود داشته از نگاه مادی، از نگاه غیر سالم در مقابل از چقدر مقاومت کردین، در عین زمان در عمل کردهایتان چی دستاوردهایی دارین. این چیزایی است که رئیس جمهور باید بتونه به این موضوع جواب بده و جواب مثبت داده بتونه. و کسی که میخواد رئیس جمهور افغانستان شوه این یک امتیاز نیست، یک مسئولیت است و بتونه این مسئولیت رفع بکنه. مسئولیت به شکل رفع کرده میتونه یک شخص که جوابگوی گذشته های خود باشه و توانمندی و تعهدش ثابت شده باشه، نه ای که ما دوباره از سر خود تعریف بکنیم مثل که یک تعداد کاندیدا آمدن 13 سال گذشته را باید جواب بدیم. ما همین 13 سال گذشت حداقل جواب باید داشته باشیم، 30 سال گذشت باید حداقل جواب داشته باشیم که ما چی کردیم در این 30 سال، چی توانمندی هایی داشتیم که بر مردم از استفاده نکردیم، چی توانمندی هایی داشتیم که به نفع شخصی خود استفاده کردیم. این چیزا رو باید جواب داده باشیم.
مهمترین موضوعی که در حال حاضر هست موضوع امنیت هست. شما در صورت پیروزی چی برنامه برای تامین امنیت دارین یا برای تامین امنیت اقشار کشور دارین؟ امنیت تنها امنیت فیزیکی یک بود امنیت است که توسط جنگ نمیتونیم امنیت فیزیکی به وجود بیاریم. امنیت فیزیکی در پهلوی امنیت روانی یک جامعه دو چیز بسیار مهم است. امنیت فیزیکی را ما در عین زمانی که منیس یک دولت وظیفه داریم که بدست بیاریم برای مردم افغانستان، در عین زمان برای امنیت روانی مردم ما باید برنامه ها داشته باشیم و بتانیم که دولت را با پاسداد بکنیم که امنیت روانی جامعه را در عین زمانی که امنیت فیزیکی تامین میکنه تامین کرده بتانیم. و به این برنامه های ما است که در پهلوی ازی که ما مخالفین ترغیب خواهد کردیم با اونا با تماس هستیم که بیاین در میز مذاکره با ما بنشینن، برای که ما هم مخالف بودیم. بله. و مخالفت با مرمی و توپ نه، با مخالفت با حرکت های سیاسی و با عملکرد سیاسی، مخالف سیاسی بودیم. اینا میتونن با ما که با اونا هیچ مشکل نداشتیم، در تقابل محاربوی امروشن قرار نداشتیم، مشکل سیاسی داشتیم، ما بیایم صحبت بکنیم و یک روند جدید مدنی را آغاز بکنیم و اونا با ما تماس دارن، یک بخش از طالبا میخوان که صحبت بکنن. در عین زمان برنامه های دیگه ما است که ما دولت خوده بله. چطور بتانیم که جوابگوی مشکلات مردم بسازیم؟ فساد، بیکاری، فقر، حکومتداری سالم، این موضوعات است که دولت ما با او میپردازه. برنامه ها داریم برای کالش و برای اقتصاد سالم و ما خدمات را که برای مردم در قرا و قصبات و در شهرها برای مردم و نسل جوان و نسل آینده مملکت ارائه میکنیم. این تمام از این موضوعات را که در برنامه داریم موضوعات میشه که مردم افغانستان را به دور یک دولتی که از او پشتیبانی بکنن بسیج میکنه، اعتماد مردم جلب میشه، امی فضای بی‌اعتمادی و دوری دولت و مردم از بین میره و در این وقت است که دولت میتونه که برنامه های اقتصادی خود برای فقر زدایی و برای موضوعات دیگه تنظیم بکنه و مردم از زیادتر راضی بسازه و رضایت مردم هر قدر زیاد شده میره توانمندی دولت در ارائه صلح زیاد شده میره و این یک پروسه است و این کار ما میکنیم. برنامه ها داریم در همه بخش ها و برنامه صلح ما در این زمان بود خارجیش هم نظر داره که با همسایه ها مخصوصا پاکستان صحبت جدی و مستقیم و قاطع خواهد کردیم و پاکستان ثابت خواهد ساختیم برشان که افغانستان آرام، افغانستان با ثبات و مرفه در رشد اقتصادی پاکستان بله. و منطقه رول بازی کرده میتونه و ثبات افغانستان بر ثبات پاکستان یک امر ضروری است و معکوسن. پس پاکستان و هند و ایران جنگ های نیابتی خود در افغانستان باید خاتمه بدن و ما بر از اونها قناعت خود دادیم که عوض جنگ های نیابتی بیاین رقابت اقتصادی بکنن در افغانستان بله. بیاین در استخراج معادن افغانستان، در منابع طبیعی افغانستان با ما یک جا شون، همگام شون و سرمایه گذاری بکنن تا ما این منطقه را به طرف یک ترقی پایدار و دوامدار بر نسل های آینده خود آماده بسازیم. آقای سلطان‌زاده، شما یاد کردین که با مخالفان حکومت در تماس هستین، شما چگونه در صورتی که نه نماینده مردم هستین و نه کدام چوکی دارین در حکومت، پس چگونه شما تانستین که با اینا در تماس باشین که یک راه حل به این مسئله پیدا کنین؟ من کاندید رئیس جمهوری استم و کاندید رئیس جمهوری وظیفه داره که طرق مختلف راه حل مشکل افغانستان بررسی بکنه، بر از کار بکنه و در این زمان اگر کاندید رئیس جمهوری هم نمی بودم، من یک شهروند با مسئولیت، هر کس که در روند صلح مثل که در روندهای دیگه ممد واقع میشه، مثلا از این پاککاری شهر و دور پیشتان گرفته تا کار کرده بسیار عادی که در جامعه میکنین تا پیشبرد امور بسیار ابتدایی را در کوچه و گوشه و کنار شهرتان میکنین، کلش مسئولیت پذیری است. بله. ما هم نیست یک مثل فرد مسئولیت پذیر در پارلمان هم که بودم، طالبا به امرای ما تماس داشتن و گاه گاه پرسانها میکردن، سوالها میکردن، در جامعه مدنی هم که ما فعالیت داشتم تماس داشتن و ما هیچ وقت رای دیالوگ شهروندی را بین خود و کسانی که مخالفین مسلح هستن با دسته نکنیم، برای اینکه برای اونا با دریچه باز شوه که دوباره به حرکت های مدنی گرایش پیدا بکنن و این توسط درهای بسته صورت نمیگیره، مخصوصا که ریاست جمهوری مطرح باشه و کاندید شدن ریاست جمهوری باز مسئولیت علایده به عهده ما است که ما باید طرق حل مشکل افغانستان از هر راهی که میشه پیدا بکنم، چی در بخش های اقتصادی است، بخش های
انکشافی است و وقتی که برنامه میگیم در زمان برای صلح وقتی که برنامه میسازیم باید با مخالفین شما تماس بگیرین، باید با امرای اونا صحبت بکنین که اونا چی میخواین. تا صحبت نکنین ما شما فالوین نیستیم که فال ببینیم که بگیم که اونا چی مشکل دارن، چی ضرورت دارن. به خاطر دیالوگ ما تشویق میکنم بین تمام جوانای افغانستان. رادیو شما یک رادیو جوان است و از طریق رادیو شما بر تمام جوانان افغان میگم که دیالوگ و صحبت و گفتمان بهترین یک وسیله است که برای زدودن خشونت و تشنج، گفتمان بهترین بدیل است ایواز ازی که با مرمی و توپ و تفنگ ما صحبت بکنیم. عوامل ناامنی را شما در چی میبینین و همچنان آیا شما نگران تامین امنیت هستین در انتخابات پیش رو یا خیر؟ عوامل ناامنی مختلف ابعاد مختلف داره، ابعاد داخلی و خارجی داره. ابعاد داخلیش هم بسیار زیاد است که از فقر و بیکاری و حکومتداری ناسالم و فساد گرفته تا نارضایتی مردم از موضوعات مختلف تا جرایم تنظیم شده و ارگنایز تا مواد مخدر تا اداره ناسالم تا عدم تأمین عدالت تا عدم انکشاف متوازن، تمام از این موضوعات بالای بدامنی تاثیر میکنه. ابعاد خارجیش هم ابعاد خارجی بدامنی ماندار دستبازی همسایه هاست، همچنان رقابت های همسایه هاست که جنگ های نیابتی خود در افغانستان میکنه، رقابت های ممالک بزرگ است که جنگ های نیابتی خود در افغانستان میکنه، ضعف دولت افغانستان است که این موقع رو برشان مساعد میسازه. مگر برنامه ما برای رضی است که ما بزرگترین کار را کرده میتونیم که از خود شروع بکنیم. بله. چیزایی که تحت کنترل ماست. دولت افغانستان باید اصلاحات بره، ما باید برای مردم افغانستان خدمات عرضه بکنیم، ما باید اقتصاد سالم به وجود بریم، ما باید از انحصار و مافیاگری به طرف یک سیستم سالم که در او اداره و قانون و حاکمیت قانون مطرح باشه حرکت بکنیم و برای سرمایه گذاری در افغانستان فضای امن و مطمئن را به وجود بریم که اقتصاد ما به تحرک بفته و مردم افغانستان از طریق تشبثات خصوصی شغل و اشتغال پایدار پیدا بکنن. ما باید قوانین خوب بسازیم که سرمایه گذاری در افغانستان تشویق شوه، آسان بسازیم و کاغذپرانی ها را از بین ببریم. ما باید عدالت برای مردم تامین شوه، عدالت درست برای مردم در برا و قضاوات در محاکم افغانستان فراهم بسازیم. حکومت داری را تنها در کابل و شهرهای بزرگ نه بلکه در قرا و قصبات سالم بسازیم. بله. از ولسوال ها گرفته تا قاضی های ولسوالی ها و تا سارنوال ها و تا عراقین دیگه حکومتی در سطح پایین دولت باید خدمات به دستور درست عرضه بکنن. فساد فساد بله. مادر همه مشکلات است در دولت افغانستان و این در رأسش فساد سیاسی قرار داره. فساد سیاسی در افغانستان از بن شروع شد. زمانی که در کنفرانس بن افغانستان بین چند گروه محدود درگیر به حیث یک غنیمت جنگی تقسیم کردن، اونجا جریبندی های سیاسی آغاز شد و اونمو فساد سیاسی را آغاز کرد و فساد سیاسی هنوز هم دامن زده میشه با این جریبندی ها و با این معاملگری ها. برای از بین بردن ما برای برنامه برای از بین بردن فساد سیاسی در افغانستان برنامه ما حاکمیت قانون است که به اساس حکومتداری سالمه که در تحت لوای حاکمیت قانون تنظیم میشه، تخصص و تجربه، تقوا و تعهد بزرگترین میارهای تقرار در افغانستان خواهد بود. ما معاملگری های سیاسی نمی کنیم، ما با گروه های سیاسی باج نمی تیم. مردم افغانستان باید باج نده بر گروه های سیاسی به خاطر زورشان، به خاطر زرشان. افغانستان ملکیت تمام مردم افغانستان است و دولت افغانستان از تمام مردم افغانستان است. ای از گروه های درگیری که تفنگ زیاد دارن و زور زیاد دارن نیست. اونا هم جهاد اگر میگین یا هر چیزی که میگین جهاد فی سبیل الله را با جهاد به جیب خود مبادر ساختن، جهاد فی سبیل الله را با جهاد فلجیب مبادر ساختن و از این ما سخت ضربت دیدیم. افغانستان از این سخت متاثر شده و ما این موضوعات تغییر خود دادیم. تیم ما در رأس مردم های مسلکی خود بود، متعهد خود بود و در روز اول دارایی های همه ثبت خود شد که از کجا کردن چی دارن و ای متمادین مراقبت خواهد شد و قانون از رئیس جمهور گرفته تا پایین ترین فرد افغانستان هر روز بدون استثناء و شکل قاطعانه تطبیق خواهد شد. حکومتداری سالم به اساس نظامی استوار خواهد شد و تخصص، تجربه، تقوا و تعهد
مهمترین اصول حکومت تاریخ است. شما چی تضمین به می گفتارتان دارین؟ چون که در حکومت آقای کرزی هم به می شکل گفتار بود که همیشه بین میکرد من این کارو میکن به خاطر از بین بردن فساد، به خاطر امنیت و اینا، اما هیچ کدامش به حقیقت مبدل نشد. شما چی ضمانت بر مردم کرده میتونید که مردم نظر به مو رأی خود بر شما بدن؟ یک شاعر بسیار خوب ما که فعلا در بین ما شما نیست به نام رازق فانی یک شعر بسیار خوب گفته که یک بندش ما بر شما میخوام که میگن مطلب گل از دکان که تفنگ میفروشد. شما از کسانی که تفنگدار است، از کسانی که زورمند است، از کسانی که در انحصار قدرت تولد شدند، از اونها توقع نمیتونین که یکی همین چیزایی که ما گفتم ارائه کرده بتونن. مگر ما گذشته ما ثبوت عملکرد آینده است. برای اینکه در گذشته ما هم توان داشتم، ما هم امکان برای ما موجود بود که در فساد غرق شوم. ما بزرگترین توانمندترین امکانات در پارلمان افغانستان در دست خود داشتم، رئیس کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه بودم، ما میتونستم ده ها میلیون دلار غارت بکنم، اما تعهد داشتم و تقوا داشتم و تصمیم گرفتم که خیانت نکنم. اونمو عمل کرده ما میتونه که تضمین کننده عمل کرده آینده باشه. شخصیت ما در طیبی که بزرگ شدیم تا حال یک روز ما از خط منافع ملی افغانستان عدول نکردیم، تا حال یک روز ما یک ذره از منافع ملی افغانستان ما استفاده سو نکردیم و خیانت نکردیم. در این مدت طولانی که ما این کار نکردیم، پس حالا هیچ امکان نداره که ما یک باری از راه بگردم و بیراه شوم. برای که ما این تحریکات وجود داشته، همیش در پهلوی هر انسان این تحریکات وجود می داشته باشه، اما تقوای یک انسان و اراده یک انسان و امو توانمندی که یک انسان میتونه داشته باشه که تحمل میکنه و مقابله میکنه در مقابل این تهدیدات و این تحریکات، انسان با یک تقوای سیاسی رونما میسازه. و ما همین تقوای سیاسی رو داشتیم، نه در گروه های درگیر دست ما به خون آلوده بوده، نه در کدام فساد دست ما آلوده بوده، نه در کدام حرکت ضد ملی دست ما آلوده بوده. برعکس، ما در نظارت خود در پارلمان از غارت جایدادهای ملی جلوی گیری کردیم. به ده ها قلم مثلا ایرلاین آریانا را میخواستن غارت بکنن، ما مانع شدم. تعمیر سینمای پامیر را میخواستن غارت بکنن، ما مانع شدم. تعمیر تجارتی بانک و خود بانک را میخواستن غارت بکنن، ما مانع شدم. کلش در تعاملات برابر شده بود که مردم افغانستان را میخواستن غارت بکنن و قراردادهای ناسالمی را میخواستن بر اقتدار دوستای خود زورمند آبتن. در قراردادهای صدها هزار تن گندم که به صورت نادرست انجام شده بود، ما مانع شدم. قرارداد اینترکانتیننتال که به شکل نادرست انجام یافته بود و سال 100 هزار دلار اجاره شده بود، ما او را مبادله ساختم به 1 میلیون دلار. به این شکل به ده ها قلم موضوعات نظارتی، به ده ها قلم قوانین بسیار خوبه که بر سرمایه گذاری افغانستان میاثر می شده که سرمایه گذاری را بهتر بسازه. ما پیش قدم بودیم، در قانون رسانه ها پیش قدم ترین عضو پارلمان بودیم. در عین زمان ما ایران برتان میخوایم بگم که 10 کاندید دیگام در رأس امور قرار داشتن. بله. امیدوار هستم که اونا هم بتونن حساب بدن که اونا چی کردن. ما قانون مالیات به طور مثال، یکی از کاندیدهایی که وزیر مالیات بود، قانون مالیات برای مواد خام صنعتکاران افغانستان بلند برد و صنایع افغانستان به زمین زد. ما که به پارلمان اومدم اینو تغییر دادم، کوشش کردیم صنایع پس دوباره با پاس داد شوه، اما اونا اعتماد خود از دست داده بودن. او میخواه حال رئیس جمهور افغانستان شوه و خود متفکر جهان قلم داد کرده، در حالی که صنایع افغانستان به زمین زد. در مورد تجارت افغانستان، در مورد واردات و صادرات افغانستان بازی های بسیار خراب صورت گرفت و ما مانع ازی شدیم. پسان کارهای بسیار زیاد کردیم که وقت پروگرام شما شاید اجازه نتک، من کلش ساعت ها خواهد گرفت تمام قوانین ما تشریح بتون پیدا بود موارد چی کردیم. اما با افتخار گفتم میتونم که یک قلم هم پیدا نمیشه که من به ضد منافع ملی افغانستان را حرکت کرده باشم. آیا طالبان در امنیت آشتی پذیر هستن و چی برنامه متفاوت صلح با طالبان نسبت به حکومت 10 ساله یا 12 ساله کرزی شما دارین؟ اول طالبان بزرگترین انگیزه که از او استفاده میکنن و در اون خلایی که او انگیزه اون خلا را به وجود آورده اینا شنا میکنن، انگیزه های نارضایتی مردم است که مردم از دولت افغانستان ناراضی هستند. بله. نارضایتی مردم از دولت دور ساخته. ما این فاصله را بین مردم و دولت از بین میبریم و مردم و دولت یکی میسازیم. دولت از مردم میسازیم و مردم در آینه دولت باید خود ببینند.
این موضوعی است که بسیار مهم است، موضوعی است که میتونیم با اساس اینمی فرمول که خدمات دولتی را زیاد بسازیم، خدمات حکومتی را زیاد بسازیم، مردم افغانستان را راضی بسازیم، با این اساس ما میتونیم که فرمول های خود پیش ببریم و نقاط بعدیش دمی یک لحظه بعد بر شما تشریح میدیم. درست است. حال یک وقفه کوتاه میگیریم، پس دوباره با من همراه باشین. www.onlinejewishradio.com www.onlinejewishradio.com بارز سلام مجدد، باز هم دوباره خوش آمدید به ادامه برنامه انتخابات و انتقال سیاسی. آقای سلطانزوی، قسمی که قبلا ذکر کردیم بعض مشکلات بود در بخش تامین امنیت، در بخش تامین امنیت شما و همچنان بعض خبرنگارا از قسمی در تلویزیون ها شنیدیم از طرف شما لطکوب شده بودن، این به چی دلیل بود و چی دلیل داشت؟ اول سوال اولی را خلاص میکنم، برای که شروع کرده بودیم، برای که ما بتانیم کارهایی را که آقای کرزی نتانست شما بتان که ما چطور میتانیم. ما در کدام زد و بند سیاسی تصادفی در صحنه سیاسی نامدیم؟ ما به نیست نماینده مردم در این صحنه وجود داشتیم، کار کردیم و به اساس خواسته مردم در صحنه سیاسی مردم افغانستان داخل شدیم و برنامه های دولتی و حکومتی ما، برنامه های اقتصادی ما، برنامه های اجتماعی ما، برنامه های ما بر نسل جوان، نه تنها نسل جوان در شهرها بلکه در روستاها، ایست که مردم افغانستان خود در یک آینه مشترک با دولت افغانستان ببینن و احساس مالکیت بکنن و اقتصاد مردم، فقر و بیکاری، اشتغال، موضوعات عمده است، موضوعات مواد مخدر، موضوعات عمده است. در تمام این موارد ما برنامه های عملی داریم که اجرا خواهد شد در بخش های مختلف اقتصادی، از زراعت گرفته تا به مالداری و جنگلات و معادن افغانستان برنامه های وجود داره که انشاءالله یک برنامه دیگه برای کلیک دوستا تشریح خواهد کردیم. و در مورد تامین امنیت تنها جنگ رای حل نیست، ما باید مردم را که جنگ میکنن انگیزه هایش از بین ببریم، انگیزه هایشان را باید
برشان مطرح بسازیم که شما این انگیزه را که شما به خاطر جنگ دارین علتش اینیست و ما این یه لحظه از بین میبریم. مثلا حکومت داری سالم است، مثلا ارائه خدمات است، مثلا اقتصاد بهتر است، مثلا کاریابی است، مثلا از بین بردن تاثیرات مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر که او تمویل میکنه جنگ ایست موضوعات است. و در این زمان ابعاد خارجی شو بیشتر عرض کردم که با پاکستان و ایران و ممالک مختلفی که در افغانستان جنگ های نیابتی خود پیش میبرند، ما مذاکرات قاطع و بسیار شفاف خواد داشتیم که افغانستان برجستگی های اقتصادی شه، توانمندی هایش را برای اونها دلچسب بسازیم تا اونها از ضعف افغانستان هم نیست یک قوه جاذبه ندانند. در مورد خبرنگار اول خود لطکوب نیستک و به کلی غلط استک. دوم خبرنگار آمد و سوال های زیاد صورت گرفت، در اخیر سوال شخصی ساخت که راجع به خانواده. ما همونطوره که از حریم شخصی خود دفاع میکنم، از حریم شخصی هر افغان دفاع میکنم. ما اجازه نمیتونم که انتخابات ما راجع به خانم یا اولادم باشه. اولاد ما و خانم ما در انتخابات کاندید نیستن و ای خبرنگار حق نداره که سوال های در حریم شخصی یک کاندید بکنه. حریم شخصی به کلی از این موضوعات مسئول است و او مخصوصا با تون بسیار پایین و دور از تربیه اگر این سوال ادا میشه، نه تنها در مورد خود، در مورد تمام کاندیدها و در مورد هر فرد افغان، ما این موقف خود داشتم که از حریم هر افغان، از حریم شخصی هر افغانی که در این مملکت زندگی میکنه، از ناموسشان، از مقدساتشان و از تمام امو ارزش هایشان دفاع خود کردم. به مو اساس من گفتم این سوال ما جواب نمیتم و لطفا مصاحبه را قطع کنین و باز به ادارهشان مزنگ زدم که امی تیپ پاک کنین. اینا ادارهشان قبول کرد، اینا بر آمدن رفتن، نیم ساعت بعد برگشتن و آمدن تیپ میخواستن پاک بکنن، اما در این زمان مخفیانه توسط تلفن که خودش قانون شکنیست تیپ کردن و او را به فیسبوک انداختن که کلش قانون شکنیست. میدیای افغانستان وظیفش معلوم است که رساندن اخبار است به مردم افغانستان، نه تجاوز به حریم شخصی انسان ها. و در حریم شخصی یک انسان شما مخفیانه و بدون اجازهش ثبت میکنین، در حالی که اداره تون قبول کرده که تیپ ها پاک شوه، اما وقتی که تیپ پاک میکنین بازم نشر میکنین. خود از این تخطیستک و ما چون نمیخوایم به سطح از امون شخص خدا پایین بیارم زیاد نمیگم، اما همه قمیم که ما در موضوع مورد قانون رسانه ها اولین شخص بودم که در پارلمان افغانستان اقدام کردم. اما طوری که آزادی رسانه ها را ما دفاع خواد کردم، آزادی هر فرد افغان دفاع خواد کردم. و شما به اساس امین مسئله به کمیسیون معتقد رسانه های انتخاباتی معرفی شده، آیا به خاطر پاسخگویی اونجا حاضر شده؟ ما در این زمانه که من خودم شکایت ثبت کردم، اما به شکایت من تا حال هیچ جواب ندادن و دلچسپ است که با شکایت از اونها را به سرانوالی روان کردن، در حالی که این شکایت رسانه ایست. اما به هر صورت ما یک چیز دیگه که بسیار مهم است که باید عرض بکنم، امین تلویزیون را که یاد کردم که نامش را نمیگیرم برای اینکه بسیار مشهور نشوه، ما این افتخار را برشان نمیبخشم، اما این تلفن توسط آقای خرم تمویل میشه، از ارگ تمویل میشه و از تمام کاندیدها را اعلام دادن و پشت من را گرفتن، برای اینکه من یگانه کاندید هستم که کاندید ارگ نیستم. بله خب آقای سنتازو، حال میریم به سوالاتی که همشریان ما گفتن، پس دوباره برمیگردیم به سوالات بعد. بسیار خوب. www.onlinejewishradio.com جناب سلطانزو، در نخست سلام تقدیم میکنم. وقتی که شما رئیس جمهور شدید، کاری که برای رسانه ها میکنین چی خواهد؟ بسیار سوال خوب است. من فکر میکنم که یک ایسی کار خود رسانه ها کرده، او عبارت از امید تشبس و تجسس و یک جوش بسیار خوب در بین رسانه ها که یک حرکت بسیار خوب است، اما این کافی نیست برای رسانه ها. من فکر میکنم که رسانه ها را از سطحی گرایی باید بکشیم، بر رسانه های امکانات با وجود بریم که برنامه های تحقیقاتی و برنامه های عمیق‌تر که او را ما به حساب به دست آوردن معلومات قانون ارائه معلومات که امید خنامش یادم رفته، دسترسی به معلومات باید به زودی پاس شود که رسانه ها بتانند که برنامه های تحقیقاتی خود آغاز بکنند که برتانند مردم افغانستان از اعماق
موضوعات خبر بسازن که مردم از اخبار سطحی و اخبار آنی و اخبار هیجان براین و برن به عمق موضوعات که معلومات زیاد شود. در این زمان ما این توانمندی را باید برای رسانه ها به وجود بریم، بنای دولت افغانستان که در بخش های تحقیقاتی اینا بتونن از ریسرچ مجانی، اینترنت ارزانتر و خدمات دیگه که ارزانتر تمام شده برشان که فعلا بسیار گزاف است، مثلا رادیو شما، اینترنت شما بسیار قیمت است از یک چیزی که باید باشه. بله. ما این وعده را میتونم که زمانی که مردم افغانستان به ما این اعتماد بکنن، در ظرف یک سال ما خدمات مجانی اینترنتی نه تنها برای رسانه های تحقیقاتی، کسانی که تحقیقات میکنن، برنامه های تحقیقاتی، بلکه به تمام مکاتب، لیسه ها، پوانتون ها، کتابخانه ها، مساجد، مدارس دینی خدمات مجانی اینترنتی فراهم خود ساختیم که از او به خاطر نه تنها مطبوعات و رسانه بلکه برای بهتر ساختن معارف افغانستان و تحصیلات افغانستان استفاده صورت بگیره. در عین زمان ما تخصص ژورنالیسم باید اهمیت بدهیم و برای تحصیلات بهتر معیاری به وجود بیاریم در پوانتون های افغانستان که بتونن به شکل عملی کار بکنن. قبل از اینکه به عرصه عمل قدم میگذارن، در زمانی که تحصیل میکنن توانمندی های عملی برای اینا میسر شود و امکانات بهتر دستیابی به معلومات، امکانات بهتر معیاری ساختن تدریس برای اینا حتی از صنف ده باید آغاز شود. ما رشته بندی را برای مردم میسر خود ساختیم که از صنف ده مکتب رشته بندی آغاز شود که تا بتونن مردم از صنف ده، یازده، دوازده به رشته هایی که علاقه دارن و استعداد دارن برن و ژورنالیسم از این طریق تقویه خواهد شد. موضوع دیگری که برای ژورنالیسم خواهد کردیم و برای رسانه ها خواهد کردیم این خواهد بود که ما برای رسانه ها امکانات از این را میسر خواهد ساختیم که بتونن به قرا و قصبات افغانستان واقعا رسیدگی کرده بتونن که به اونجا مردم افغانستان از اونجا آگاهی پیدا بکنن. این موضوعات و در این زمان در قانون رسانه ها یک موضوعی که بسیار مهم است که او تطبیق نشده، همین خود کمیسیون های مختلف است. کمیسیون های مختلف رسانه ها باید کار خود آغاز بکنن که رسانه ها استقلال واقعی خود پیدا کنن که از زیر تاثیر حکومت باید واقعا براین و تحت تاثیر کار نکنن. خب آقای سلطان جوی، برمیگردیم به سوال بعدی. تاسی پاینده که رای او گرته رئیس جمهور سوی، تاسی در افغانستان در خلق الاخبار سی پلان لاری سی خزمت کولی سی؟ در افغانستان اکثر جوانان بسواد دی، دیمیز شاعت کار نسی کولی. نو در بسواد و جوانان الاخبار تاسی کن خزمت کولی سی سی پلان لاری در وقت؟ دا ډیر مهمه پوښتنه ده. زه وایم چې د دې پوښتنې په ارتباط به ووایم چې د افغانستان یوازې د باسواد ځوانانو لپاره نه، بلکې موږ د افغانستان د کلیو د ځوانانو لپاره، د افغانستان د لرې مناطقو د ځوانانو لپاره پروګرامونه لرو. د سواد آمیزۍ پروګرامونه دي چې زر لنډمهاله پروګرامونه د سواد آمیزۍ لپاره، او همچنان مسلکی تحصیلات هغه کسان چې سواد نه لري هغوی ته د مسلکي امکاناتو برابرول چې مسلک په تخصصي توګه زده کړي، که فرضا نن د مستري شاګرد دی، اقلا یو ښه مستري اوسي، یو ښه نلدوان اوسي، یو ښه نجار اوسي، یو ښه کسبه کار اوسي، او په ذهن کې مثلا د ایرکنډیشن ترمیم دی، د موټر ترمیم دی، د یخچال ترمیم دی. دې شیانو لپاره موږ مسلکي پروګرامونه لرو چې په مسلکي شکل باندې په ښه توګه د افغانستان ځوانان چې مکتب نه دی ویلی یا مکتب نسي ویلی استعداد نه لري، زین وزانان استعداد نلیس درس وای پورتا، باید موږ امکانات برابر کو چې هغه تخنیکی او عملی کارو کې دوی بوختي، او همچنان د دې لپاره موږ پروګرام لرو چې خلیج مملکت ته موږ بهتره بشری قوا ولی ګوچې هغه خطر ماش وخلی، او فقط باغوان او جاروکش هلته ځي. موږ غواړو چې د موږ ځوانان چې خلیج ته ځي د ښه کسبو خواندانی چې هلته بهتره ماشونه ولري، په زمین کې په افغانستان کې موږ په کرهنه کې، په معدن کې، په ځنګلاتو کې، په مالدارۍ کې موږ تخصصي تخنیکی پروګرامونه لرو چې افغانستان افغانان وروز درسي په دې بخشو کې دوی بوخت شي. موږ په ټکنالوژي، معلوماتي ټکنالوژي کې پروګرامونه لرو چې حتی بیسواد ځوانان د هغې د یوې برخې نه استفاده کولی شي، چې باسواد ځوانان چې په دې برخه کې مصروف اسول دا نور څرخونه په کار اچوي، په هغې کې حتی بیسواد او بېوزل ځوانان چې سواد نه لري هم مصروف دیدای شي په خدماتي برخو کې. برمیگردیم به سوال بعدی. جناب سلطان زوی، شما اگر رئیس جمهور شوین چند فیصد اطمینان دارین که صلح را به افغانستان میآورین؟ ما 100% ایمان دارم که کارهایی را که دولت افغانستان در زمان ماموریت ما انجام بده کارهای خود بود که دور از فساد، دور از معامله‌گری،
به خاطر یک اقتصاد خوب، به خاطر یک حکومتداری خوب، ما زمینه های 100% تطبیق قانون را فراهم می سازیم که مردم افغانستان دفتن در روز اول کار ما بفهمند که اینجا یک تغییر آمده و این همین روز اول کار تا آخره بهتر خواد شد بدتر نه، و ما مردم افغانستان از دولت و دولت از مردم خواد ساختیم و مردم افغانستان یقین دارم که روزهای بهتر را پیش دارن و سزاوار هستن و ما امین روزها را فراهم میسازیم بشن. آقای سلطانزای برمیگردیم به سوالات بعدی. شما را بایدین باورن که شما خود در پارلمان به کرسی پارلمان هم کاندید کرده بودین، اما در اون کرسی شما نتونستین که موفق شوین. در صورتی که در کرسی پارلمان با آرای کم نیاز دار نتونستین که موفق شوین، پس چطور میتونید که با کرسی ریاست جمهوری شما موفق شوین؟ اصلا همین موضوع درست نبوده که من موفق نشدیم به کرسی پارلمان، در حالی که شواهد وجود داره. ما یک سال به خاطر اینکه حق خود به دست بیاریم مبارزه کردیم. بله. و در حدود 62 نفر همکارای ما، همراهای ما، بالاخره توسط دعوایی که به محکمه کرده بودیم، سه محکمه افغانستان فیصله کرد، آرای ما را شمردن و ما از ولسوالی کاندید بودیم که تنها یک کاندید و یک قوم. متاسفانه افغانستان هنوز هم مملکت قومی است و ما یگانه کاندید از ولسوالی بودم. امکان نداشت که ما رأی نداشته باشم و رأی ما ثابت شد، حساب شد، سه محکمه او را حساب کرد. بالاخره ستر محکمه حکم صادر کرد که ما برنده استیم. 62 وکیل برنده شمرده شد، اما ای که رئیس جمهور افغانستان او را اجرا نکرد، این از رئیس جمهور باید بپرسین که چرا داوود سلطانزوی حکم محکمش و حقش برش داده نشد. پس در صورتی که شما نتانستین ممانعات رایتان بود که به چوکی پارلمان رو پس چی تضمین وجود داره که به کرسی ریاست جمهوری برسین؟ ما توانستیم حق را ثابت بسازیم. آقای کرزی نتونست که قانون تطبیق بکنه در مورد ما. آقای کرزی نتونست فیصله محکمه را تطبیق بکنه، در حالی که فیصله محکمه هنوز هم وجود داره و یک مملکت اسلامی آخرین مرجع فیصله کننده در موارد دعوی محکمه ثلاثه است و او حکم صادر شده. و حال هم ما یقین دارم باز مردم افغانستان هم آرزومندی دارم که مردم این انتخابات راجع به سلطانزوی نیست، این انتخابات راجع به مردم افغانستان و سرنوشت آینده ایشان است. و ما مردم افغانستان را تشویق میکنم که برای اینکه باز تقلب نشود انتخابات، برای اینکه باز حق مردم خورده نشود، یک روز دمی 37-38 روزی که باقی مانده، یک روز بیاین یک جا شویم، یک چند هزار نفر دمی شهر کابل در یک نقطه برای نیم ساعت و صدا بلند کنیم که ما تقلب نمیگذاریم. و دیگه خوشخبری که به متقلبین من میتونم است که اگر در اثر تقلب کدام حکومت به پا استاد شود، آیا حکومت خود کرد؟ آیا خود تانست موفق شود؟ آیا خود تانست مردم افغانستان به دور خود جمع بکنه؟ آیا خود تانست مشروعیت روانی را که در ذهن مردم میتونه داشته باشه به دست خواهد آورد؟ هرگز این کار خود نشد، نخواد شد و حکومت ناکام خود بود که اینمی 13 ساله ادامه شه شما خود دیدین. مگر اینکه مردم افغانستان امروز به پای استاد شوند، یک روز برای نیم ساعت و صدا بلند کنن که ما نمیگذاریم تقلب صورت بگیره. یعنی ما امیده میخوایم بسیار موضوع مهم میخوایم جلوه بتم، برای اینکه واقعا مهم است. ما از بینندهایتان، از شنوندهایتان و از کسانی که میشنوند خواهش میکنم که امیره دو دقیقه فکر کنن راجع به می که به خاطر تعیین سرنوشت خود، آیا بسیار زیاد است که ما از اونا خواهش بکنم که بخیزین یک روز یک جا شویم برای نیم ساعت در یک جای در مرکز شهر کابل 10,000 نفر استاد شویم و بگوییم که ما تقلب نمیگذاریم که صورت بگیره. ما نمیخوایم که سرنوشت ما فروخته شود. ما نمیخوایم که با پوستر و پول و پلاو آینه ما رقم زده شود. امی کار بسیار آسان کار است. بله. نیم ساعت. آقای سلطانزای، شما در انتخابات پیش رو دارین که هار رقیب خود میدانید از جمله 11 کاندید که بسیار رقیب جدی تان هست. بسیار سوال خوب است. ما 13 سال گذشته خود با 13 سال از اینا که مقایسه میکنم، بالکل این 10 نفر یک طرف است. مثل که در لیستم که اول آمدن این 10 نفر آمد، ما پسان به اساس دعوایی که کردم آمدم، حق ما باز خورده شده بود، باز ثابت ساختم که حق ما وجود داشته و ثابت شد که ما بر حق بودم. ما این 10 نفر به کلی مجزا به خاطر این میگم که هر دای ازی در گذشته افغانستان رول بسیار اساسی داشتن، مسئولیت ها داشتن و ما هم رول داشتیم و مسئولیت هایی داشتیم. ما رول خود و مسئولیت خود ایمانی، وجدانی و صادقانه انجام دادیم. اما اینا روز اول که سر قدرت آمدن چی داشتن؟ امروز بیاین ببینن که چی دارن. یک شب خواب هستین، سبا میبینین که کل سرک های افغانستان عکس یک کاندید میگیره. اگر به این معصریت دولت افغانستان در 13 سال عمل میکرد، مردم افغانستان بسیار مشکلات کم میداشت. اما ببینید که این مردم به خود بسیار کارا کردن. حتی در این انتخابات هم ثابت میشه که در یک شب عکس یک آقازاده
تمام افغانستان هم میگیره، ای شما این مسئولیت رو ببینین. اگه به نفع مردم افغانستان اینا انجام میدادن، امروز فقر کمتر از این می بود، امروز بیکاری کمتر از این می بود، امروز خوشبختی مردم افغانستان زیادتر می بود، اما نکردن. و من از او خاطر با اینا هیچ خود مقایسه نمیکنم، برای اینکه در یک ترازو ما جای نمیشیم، در ترازویی که بستم اینا جای نمیشن، برای اینکه در اون ترازو ترازوی عدالت است، در اونجا خیانت، فساد و بی‌قانونی جای نداره. چی فرق پروگرام شما با پروگرام ده کاندید دیگر دارد؟ برنامه ها بی بی گل، برنامه ها هر کس میتونه برنامه بیاره. آقای غنی هم برنامه داره، آقای عبدالله هم برنامه داره، آقای رسول هم، کلگی میگن برنامه، کلگی هم میگن ما نابغه جهان. ما هم برنامه دارم. برنامه ها بر افغانستان در 13 سال زیاد ساخته شد، بسیار پول مصرف شد برای برنامه های بسیار خوب، اما هیچ تطبیق نشد. به خاطر چی تطبیق نشد؟ که منافع از اینا در تضاد قرار داشت با او برنامه ها و با منافع ملی. تفاوت ما در ایسته که برنامه های ما در گذشته هم عملی شده، ما یک آدم عملی بودیم، در گذشته هم به منافع مردم افغانستان وفادار بودیم و عملا از او دفاع کردیم، در گذشته هم از قانون یک روز یک وجب عدول نکردیم، از منافع ملی افغانستان عدول نکردیم و از اینا برعکس بوده. اینا اگر نمیکردن اون کار، امروز خودشان و برادرایشان قدر متمامل نمی بودن. امروز ما نخیش و قوم ما در پالی مستاد استک به خاطر که از ما استفاده بکنم و نمیگذارم شانه، نه کسی دیگه از ما استفاده کرده میتونه و نمیگذارم شانه. تعهد ما، تخصص ما، تجربه ما، تقوای ما و عمل کرده گذشته ما تضمین میکنه که در آینده هم به مردم افغانستان و منافعشان وفادار خواهد بودم و خوشبختی های مردم که در انتظارشان است تنها و تنها با صفحه جدیدی که ما یک جاده و قدم بگذاریم میاثر خواهد بود. خب تعریف شما از جوان چیست و فعالیت های شما برای جوانان چیست و در حکومت شما چند فیصد جوان در کل وجود دارد؟ جوان اصلا دیدگاه مهم است. دیدگاه جوان، دیدگاه آینده نگر، دیدگاهی که از تهجر و از تعصب و از تاریکی مردم به طرف روشنایی و آینده نگری و ترقی و تعالی که تطابق داشته باشه با قرن 21 بکشانه. دیدگاهی که از امکانات که در دور پیش ما در جهان وجود داره به نفع خود استفاده بکنیم. دیدگاهی که مردم افغانستان هر فردش شهروند سازه. دیدگاهی که ما موزیم تخیلات و خاطره های جهان نباشیم که مملکت قومی. ما از قومیگری و از سمتگرایی و از مذهبگرایی باید برایم، به طرف شهروند شدن حرکت بکنیم. ما از تکنولوژی سالم برای آینده سالم افغانستان استفاده بکنیم. ما باید برنامه های مردمی برای رفاه مردم داشته باشیم. ما باید نسل جوان، اگر بگوییم یا نگوییم، اکثریت مردم افغانستان امروز از نسل های تشکیل شده که پایین تر از 30 هستند. آیا همین مردم حق ندارن که در آینده افغانستان آینده بهتر داشته باشند؟ ما آینده افغانستان را فردا نمیتونیم بسازیم. ما برای آینده افغانستان امروز باید دست به کار شویم. ما برای اینکه جوان در آینده دست به کار شده بتونه، امروز باید او را آماده بسازیم. ما نمیتونیم که جوانان را در تاق نگاه بکنیم به نیست گلدان های گل، باز فردا باز بیاریم پایین بسازیم شنه، باز اونا بگیم که شما ثمر بتین. این امکان نداره. جوان افغانستان باید از شعار برایه، برنامه هایی که بر جوانان است از شعار برایه. ما بر جوان افغانستان باید اشتغال خط بکنیم. ما بر جوان افغانستان باید فناوری سالم و مدرن مهیا بسازیم. ما بر جوان افغانستان تحصیلات معیاری برابر بسازیم. کافی نیست که ما 100 دانه پوانتون داریم اما معیار وجود نداره و توقع به وجود میاریم. جوان افغانستانی که از پوانتون خارج میشه با یک توقع خارج میشه. همین توقع را با توانمندی مسلکی هم باید یک جا بسازیم. ما معیارهای درسی تغییر خود دادیم برای جوانا. ما امکانات اینترنتی که قبلا براتون گفتم هم خود ساختیم و ما تمام امکانات رشد فکری را بر جوانها ترتیب عیار خود ساختیم که در جامعه مدنی، در جامعه خودشان امی توانمندی ها را به دست خود بیارن که خودشان توانمند در جامعه داخل شوند. ما برشان به قاشق نان نخواد دادیم. ما برشان امی امکان به اثر خود ساختیم که خودشان امی قاشق جور بکنن و خودشان توسط او استفاده بکنن. تشکر. آقای سلطانزای، به عنوان آخرین سوال، آیا تا به اخیر ادامه خواهید داد و یا به نفع کاندید دیگر اعلان خواهید کرد؟ ما فکر میکنم که افغانستان بسیار خوشبخت میبود که یک کاندید دیگه وجود میداشت که من برای ازو تیر میشدم، اما متاسفانه اوتو کاندید وجود نداره که من برای ازو تیر شوم و باز احساس آرامش وجدان بکنم. من وجدان من اجازه نمیتمه که وقتی که من سر 13 سال انتقاد دارم، وقتی که من عیوب مختلف را در 13 سال
انگشتنما ساختیم، پس چطور با کسی که سبب از بدبختی ها شده با برم تیر شم؟ تشکر از آمدنتون به اینجا. تشکر از شما و تمام شنونده هایتون. شنونده های عزیز، این هم بود برنامه انتخابات و انتقال سیاسی با آقای داوود سلطانزوی. با من در برنامه های دیگر با کاندیدهای دیگر باشید.